سرخط خبرها. جبهه مقاومت از تصمیم سناتوران آمریکا برای تحریم طالبان استقبال کرد. بقای درگیری میان نیروهای طالبان در ولایت تخار. وزیر خارجه ایران از مذاکره با طالبان خبر داد. شورای امنیت سازمان ملل نشستی در مورد افغانستان برگزار می کند. مؤسسه تحکیم رفاه زنان و کودکان به سازمان ملل گفته است فریب نامه‌های دروغین طالبان را نخورید. سرپرست وزارت معارف طالبان اعلام کرده است که در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی ساخته می شود. و تازه ترین و مهمترین خبرهای این ساعت از کانال زنگوله خوش آمدید. مشروح خبرها. جبهه مقاومت از تصمیم سناتوران آمریکا برای تحریم طالبان استقبال کرد. جبهه مقاومت از خواست شماری از سناتوران جمهوری خواه آمریکا برای آوردن فشارهای تازه بر طالبان استقبال کرده است. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی، در یک توییت گفته است که این تلاش سناتوران آمریکایی اقدام مهمی برای فرستادن پیام نیرومندی و ویژه توسط جامعه جهانی مبنی بر اینکه ظلم و هراس‌افکنی تحمل نخواهد شد است. آقای نظری گفته است که آنان در انتظار اقدامات مستحکم برای رد هر گونه مشروعیت و بر رسمیت ساختن طالبان هستند. این در حالی است که 19 سناتور جمهوری خواه لایحه‌ای را به نام قانون تحریم‌های طالبان آماده ساختند و از کنگره آمریکا خواستند که این لایحه را هر چه زودتر تصویب کند. در این لایحه از حکومت بایدن خواسته شده است که از هر گونه معامله و صدور ویزا به طالبان خودداری شود و فشارها بر طالبان بیشتر شود. وقوع درگیری میان نیروهای طالبان در تخار. باشندگان محلی در تخار میگویند که در اثر یک درگیری خودی میان طالبان در این ولایت 2 طالب کشته شدند. باشندگان ولایت تخار به تازگی گزارش دادند که این درگیری شب گذشته میان بصیر خالد، فرمانده برکنار شده طالبان، برای ولسوالی بهارک و افراد تحت حمایت حذیفه، فرمانده امنیه طالبان برای ولایت تخار در ولسوالی بهارک صورت گرفته است. با گفته باشندگان محل، بصیر خالد زمانی بر ساختمان فرماندهی طالبان شب گذشته حمله راکتی انجام داد که از سمتش برکنار شده است. این فرماندهی طالبان با انجام این کار خواسته است نشان دهد در صورتی که او در این سمت نباشد، این ولسوالی ناامن خواهد شد. وزیر خارجه ایران از مذاکره با طالبان خبر داد. وزیر امور خارجه ایران گفته است که حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده آن کشور برای افغانستان، با طالبان مذاکراتی داشته است و در حال رسیدن به نتایج خوبی هستند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، این سخنان را روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری فارس بیان کرد. وی افزود که ایران موضوع حقابه را از مسیر حقوقی و سیاسی در دستور کار دارد و آن را دنبال می کند. و گفته او پس از آن که نتایج مذاکرات با طالبان ابعاد روشنی پیدا کند، جزئیات را اعلام خواهند کرد. آقای عبداللهیان در مورد درگیری اخیرشان با طالبان نیز گفته است که این درگیری ها هیچ برنامه هدفمندی را پشت سر خود نداشته است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرده است که برای ما شرایط در افغانستان قابل درک است. این در حالی است که اخیراً در پی درگیری چندین ساعته میان طالبان و نیروهای مرزی ایران در ولایت نیمروز، 2 سرباز ایرانی و 1 طالب کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل نشستی در مورد افغانستان برگزار می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این سازمان نشستی را در مورد افغانستان برگزار خواهد کرد.
لانا نصیبه سفیر امارات متحده در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت در ماه جون روز گذشته در یک نشست خبری گفت که قرار است این نشست در 31 ماه جاری هجری خورشیدی برگزار شود. وی تأکید کرد که افغانستان در صدر آجندای شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد. نصیبه تصریح می کند که امارات متحده هم به عنوان عضو این شورا و هم رئیس دوره‌ای تلاش خواهد کرد تا هماهنگی کشورهای عضو در قبال پرونده افغانستان حفظ شود. رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل جزئیات بیشتر در خصوص موضوعات مورد بحث در نشست پیش روی این سازمان جزئیات نداده است. مؤسسه تحکیم رفاه زنان و کودکان به سازمان ملل گفته است فریب نامه‌های دروغین طالبان را نخورید. مؤسسه تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان در واکنش به گزارش تهیه شده از وضعیت زنان در کشور از سوی طالبان و کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد گفته است که فریب نامه‌های دروغین طالبان را نخورید. این نهاد روز گذشته در تویتر خطاب به کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل نوشته است که طالبان از زمان تسلط دوبارهشان بر افغانستان محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را در برابر زنان وضع کردند. این مؤسسه افزوده است آنچه که طالبان به عنوان گزارش برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل تهیه کردند یک دروغ آشکار است. در نامه این سازمان آمده است که طالبان نمیتواند خورشید را با دو انگشت پنهان کند. سرپرست وزارت معارف طالبان اعلام کرده است که در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی ساخته می شود. در حالی که 620 روز از بسته بودن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان می‌گذرد، اما سرپرست وزارت معارف طالبان می‌گوید که در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی می‌سازند. مولوی حبیب الله آقا این را در سخنرانی در ولایت نورستان گفته است و افزود که برای ایجاد مدارس برای کودکان به شما بودجه می‌دهیم و در هر ولسوالی 10 مدرسه بسازید. بخشی از ویدیوی این سخنرانی سرپرست وزارت معارف طالبان روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. پیش از این وزارت معارف طالبان گفته بود که در هر ولایت یک مدرسه بزرگ جهادی اعمار خواهد کرد. مولوی مطیع الله جواد آمر اداره تعلیمات اسلامی طالبان در بازارک پنچیر حدود 2 هفته پیش به رسانه‌ها گفته بود که یک مدرسه دینی در ولسوالی عنابه با ظرفیت جذب 1000 نفر به زودی ایجاد خواهد شد. و اما نگفت که ایجاد این مدرسه چقدر هزینه خواهد برداشت، اما افزود که از بودجه حکومت طالبان پرداخت خواهد شد.